باز هم هزاره ها پارچه پارچه شدند باز هم میراس شهید مزاری تکه تکه شد باز هم حزب دیگر ظهور کرد تحت نام حزب وحدت و کدام سو در حرکت هستیم عباس ابراهیم زاده و با حمایت سیاسی استاد دانش حزب نوین وحدت را تشکیل کرد با سلام خدمت تمام شما بنندگان عزیز شنوندگان عزیز و هموطنان عزیز پیروان راه عدالت پیروان شهید وحدت ملی پیروان بابای مهربان خبر بدی برای شما دارم اگر شاید مزاری اکنون زنده می بود این وضعیت می دید که ما در دل خود برایش قصه می کردیم اکنون می خواهیم این قصه را با شما کنم و همچنان مخاطب قرار دهیم شاید روح بزرگ و ملکوتی آن مرد بزرگ صدای ما را بشنود با او درد دل کنیم تمام قضیه ها و جریان ها را برتان قصه کنم ای که این حزب چگونه تشکیل شد از چه زمان قرار بود تشکیل شود و, و حزب وحدت چی مسیرهای پر پیچ و خم را پیمود تا که بالاخره تاسیس شونه من دوستان عزیز امیدوار هستم تا پایین با ما همراه باشین قبلا معلومات من اندک هست من تقاضا من که دوستان عزیز اگر در این رابطه گپ بزنن شماره ارتباطی ما اینجا هست شماره ما رو بگیرن و دوستا و بزرگا و جهادی های ما و یاران شهید مزاری که در بیرون از کشور هستن اگر گفتنی های هم داشته باشه میتونه که کنه برای ما روان کنه ما حتما تلاش میکنیم از اونها استفاده کنیم و اونها رو نشر کنیم دیروز آقای ابراهیم زاده عباس ابراهیم زاده یا عباس دالر بگیم شاید دوستا بیشتر نام بشناسه وکیل مردم بلخ و نایب دوم مجلس نمایندگان افغانستان به همراه آقای جلالی نماینده غرب کابل در شورای ملی در پارلمان اینا میزبانی یک نشستی بودن که در اونجا تعداد زیادی از سیاست مدارا و سرپرست های وزارت خانه های فعلی تشریف آورده بودن و اینا رسما تشکیل حزب وحدت نوین را به رهبری و دبیرکلی آقای عباس دالر اعلام کردند که در اینجا تعداد زیادی از مهمان های هم آمده عزیز مهمان بسیار معروف هم هسته که من یک کوتاه نام چند نفر میگیرم بعد با از ازی گپ میزنیم چون تاسیس حزب گپ تازه نیست از چند وقت پیش شروع شده بود دیروز سه شنبه 22 میزان سال روان آقای ابراهیم زاده مؤسس و بنیانگذار دبیر کل حزب وحدت اسلامی نوین افغانستان نایب دوم مج... ولسی جرگن و نماینده مردم بخت در مجلس که نامش یک نفر از دوستان است باز فکر نکنید که این سه نفر است و همچنین آقای جلیلی رئیس گروه پارلمانی مردم افغانستان و وکیل مردم کابل در ولسی جرگه در یک زیافت میزبانی از بزرگایی بودن که بالاخره در حضور از اونها این حزب اعلان کردن از جمله میتونیم از آقای حنیف اطمر نام بگیریم از فضل حادی مسلمی ها رئیس مشران جرگه نام بگیریم از عبدالهادی ارغندیوال نام بگیریم از فضل احمد معنوی نام بگیریم از عباس بصیر نام بگیریم از نصر احمد فیضی غریانی و همچنان تعداد زیادی از افراد هست که تاهیر زهیر و دیگه و دیگه من نمیشه که نام همه اینجا برتن بخانوش بگیریم یک لیست بسیار بزرگ هستن اینا بالاخره آمدن حزب نوینی وحدت چه حزب وحدت اسلامی نوینه اعلام کردن و دبیر کلش هم یا به اصلا رئیسش آقای عباس دالر هست اما این حزب در واقع با حمایت استاد دانش تاسیس شده یک وقتی رفتم نزد جناب استاد ناطقی خداوند حفظش کنه یک لحظه مرحوم اعتمادی در زبان ما آمد پیش استاد ناطقی رفتم از بزرگای حزب وحدت از یاران شاید مزاری از بنیان گذاران سازمان نظر هست اما متقصه قصه کرد که ما دن... یک جلسه چند وقت پیش داشتیم استاد دانش ما را طلب کرده بودن و گفتند که ما حزب می سازیم. و او هم حزب وحدت میسازیم. سازیم استاد ناطقه گفت مشوره دادم که اول که پشت می هیز نگردینم یک تا حزب پس با می کار کنید یک جای برسین اگر قرار است شما یک هیز بی سازین یک هیز بی قومی یک هیز که هزارها ها ازبک ها تاجک ها سادات پشتون ها همگی باشه خود در قدرت هستی در قدرت هستی ای در توانت هست یک هیز بی قومی تشکیل بتیم و نه از فکر از تشکیل هیز بگذارید تا جای را استاد ناطق از گب خودش پیدا بود که در اونجا اینا را قناعت داده بودند که فعلا از ایجاد حزب وحدت شاخه جدید پرهیز بکنم اما خب ما تو فکر کردم که از های استاد ناطق برداشت کردم که شاید استاد دانش و دوستای عزیزی که در ریاست جمهوری هستند و در کنار استاد دانش هستند از این بین بی‌انصراف داده باشه و بالاخره نخواد حزب تشکیل بده بعدش ما یک وقتی یک مصاحبه کوتاه داشتیم با استاد خلیلی ای را خود استاد خلی در اینجا گفت و گفت که اینا دنبال تشکیلات جدید هستن و همچه گپایی را اشاره کردن خب با این وجود ما همین موضوع مطرح کردم که استاد ناطقی اینی یک چیزایی رو گفتن و اونا احتمال هم شاید منصرف شد خب بگذاریم امسال دو جلسه را استاد دانش آقای ابراهیم زاده و مشاورانش که اکثرا بعضی از یاران شهید مزاری هم هستن ما برشان احترام زیاد قائل هستیم مثل آقای طالب رسول طالب یاد کنیم که مشاور آقای غنی هست و خیلی بزرگای دیگه حبیب بسرابی و دیگرا خب اینا جلسه هایی داشتن تحت نام حزب وحدت اسلامی افغانستان جلسه کردن یک شورای مردمی هم داره شورای مردمی جوانان داره حتی ولایت ولایت چه هم شورای جوانان داره مثلا شورای جوانان حزب وحدت اسلامی ولایت دایکندی از این قبیل حرفا خب در حالی که اینا کلا در سابق با آقای خلیلی در یک حزب بودن حزب وحدت اسلامی بودن اما حالا جدا شدن و دیروز اعلام کردن که ما حزب نو تشکیل دادیم خب از این بگذریم دوستان عزیز من بعدا باز از این مفصل تر قصه میکنم یک بار بریم در دهه 60 دهه 60 میلادی که حزب وحدت چگونه تشکیل شد از دهه 50 کارهای سیاسی شاید مزاری و جمع یارایش در مشهد در کویته پاکستان در کابل در نجف در تهران آغاز شد در جاهای مختلف اینا اول خب سازمان نسل تشکیل دادن بعدن باز چون تعداد زیاد گروه ها و جریان های سیاسی شیعی و هزاره و هزاره و در کل شیعی یعنی غیر از هزاره ها مثلا سادات هستن قزلباش هستن و غیره خب احزاب مختلفی وجود داشتن در دهه شست از سال 57 بس چه 67 ببخشید دوستان به صورت جدی به خاطر تشکیل حزب وحدت تلاش صورت گرفتن دو جلسه هم یک کنگره در یک اولنگ برگزار شد یک کنگره دیگه در لال و سر جنگل برگزار شد که در اونجا و فانی خدا رحمت کنه و همچنان آقای سجادی تلاش بسیار زیاد کردن که جا داره برای خوشنودی روحشان سلوات بفرستیم خب بعدش بعد از این زمینه ها کم کم ساخته شد بزرگان مختلف احزاب جرانهای مختلف با حزب وحدت که زمان الان نشده بودن و سازمان نصر بودن در تماس شدن تا بالاخره با هم دیگر اتفاق کردن و بیشتر از هشت گروه شیعه و هزاره با همدیگر جمع شدن حزب وحدت تشکیل دادن ما میتونیم از بسیاری شخصیت های نام بگیریم که با استاد مزاری بیخی کلا در تقابل بودن مثلا من دا دا دایکندی هستم صادق ز... صادقی را خوب میشناسم و صادقی کسی بود که حتی سایش مزاری رو با تیر میزد و یک وقت بالای شهید مزاری حمله کرده با زمانی که می آمدن طرف دای که در سفر خود البته یک خاطر را هم خدا رحمت کنه شاید مزاری برای پدر میادگار مانده بود و یعنی او زمان ها مادر هم قصه میکنه که جنگ هایی که شده بودند و پدر را به خاطر از ای این در سازمان نصر بوده بارها از طرف صادق سرشان حمله شده و اینا به خاطر از که جنگ نشه و منطقه رو ترک میکردن تا که بالاخره شهید مزاری با تدبیری که داشته و یارانش از خود که نشان دادن باید شدن که کل را وادار کنه که با هم دیگر بیم یک حزب نو تشکیل بدیم جالب است که اینجا شاید مزار حتی میگذره میگه ما نمیخوایم که شما بین تحت نام سازمان نصر کار کنید یک حزب نو تاسیس میکنیم کل لگی پیشنهاد می که حزب وحدت تشکیل شود تا بالاخره حزب وحدت در سال 1368 تاسیس شد دوستان عزیز در بامیان تاسیس شد و آنها شما شاهد بودن که بالاخره در دهه هفتاد بعد از یک مجاهدین در کابل آمدن دولت نجیب سقوط کردن حزب وحدت هم آمدن در غرب کابل جای گرفتن که انتخابات کم دو زمان برگزار شد علوم اجتماعی کابل اکثر دوستا فیلمایش را دیده سخنرانی که در اونجا شهید مزاری کرده هم امی لحظه پیش کل لگی موجود است شاید مزاری طرحهای بسیار جالبی داشتند به خاطر انتخابات به خاطر مسائل دیگه که اولین کاری که کرد از درون حزب خودش ایره شروع کرد خب اما بعد از یک شاید مزار دوست عزیز شهید شد بعد از اینکه شاید مزاری به شهادت رسید با امیان وضعیت خیلی خوبی نداشتند با امیان تقریبا سقوط کرد حزب وحدت تلاش کردند بعد از پاری پیکر شاید مزاری در یک انتخابات برگزار کرد یک نشست برگزار کرد که از درون از این نشست آقای خلیل بینوان عنوان دبیرکل برآمد به عنوان دبیرکل انتخاب شد شما در جریان هستیم که چند سال بعدش باز اینو بامیان از وجود طالبان پاکسازی کرد آمد به با بامیان در مرکز بامیان دفتر حزب باز کرد ما یک سازماندهی خیلی خوبی داشتیم تا حتی که در سال 2001 بعد از واقع 11 سپتامبر کلا هزارها در جمع ائتلاف شمال یک پایکری بسیار اساسی را تشکیل میدادن ما نماینده های در نشست بون داشتیم با خاطر که حزب وحدت یک جریان بسیار مستقل و قدرتمند و مطرح در افغانستان بودن یک ق... یک جناح قضیه یک طرف قضیه در نشست بون بود هم نزد آمریکا هم نزد حوزه جنوب که برادران پشتون باشه و هم نزد اکثر سیاست که داخل در قضیه بودن خب در اونجا ما با اثر چانه ها تثبیت کردیم که شیعه ها 25 درصد هستند و هزارها 19 درصدی نفوس افغانستان تشکیل متوایی تصویب شد و ما با یک امتیازی که حق ما بودند دوباره به وطن برگشتن نمایندگان ما و تشکیل دولت جدید شد که آقای خلیلی از از زمین هیز به عنوان معاون آقای کرزن انتخاب شد و دو دوره کاملی به عنوان معاون بودند متاسفانه که از دهی اشتاد مشکلات شروع شد ما شاید بدیم که آقای خلیلی یک حزب جدید تاسیس کردند آقای معقیق یک جدید تاسیس کردند. آقای رفانی حزب به جدید تاسیس کردن آقای اکبری به جدید تاسیس کردن خب شعبه های دیگه هم تشکیل شدن خیلی های دیگه بار آمدن اینا رو کلا نقد کردن اونها یک شعبه جدید دیگه تاسیس کردن ما عملا از همدیگر پاشیدیم زور هزارها که یک زور بود یک حزب وحدت بود و چندین شاخه تقسیم شد با این وجود حداقل تا سال های اخیر آقای خلیلی با آقای معقیق نقش خوبی رو تاجر بازی کردن هرچند که ما خیلی خیلی طرفدار کارکردهایشون نیستیم انتقادای در هم از اونا داریم با این وجود خوب بودیم ما خوب بودیم یک وزنه خوبی هم در درون حکومت داشتیم یک وزنه خوب هم در اپوزیسیون داشتیم ببینید آقای معقی خود در, انتخاب در سر جمهوری جمهور کاندید کرد نفر سوم شد بیشتر از یک میلیون رای آورد تقریبا نفر نزدیک یک میلیون رای دیگر آقای خلی به صندوق آقای کرزی بردن و جایگاه ما تثبیت شد که ما یک قدرت و یک قتل بسیار عظیم در داخل افغانستان هستیم خب بعدش آقای مدبر آمد حزب تشکیل کرد حزب های دیگه هم شکل گرفت کم کم مو پارچه پارچا شدیم پارچا پارچه شدیم پارچه پارچه شدیم تا که سال 2014 آمد در سال 2014 باز هم ما در انتخابات یک نقش بسیار خوب بازی کردیم چون در اینجا باز هم تصمیم گیرنده دو حزب بود یکی حزب وحدت اسلامی افغانستان یک حزب وحدت مر... اسلامی مردم افغانستان که برای رهبری آقای خلیلی و برای رهبری آقای معقیق بودند ما در واقع یک بازی برد برد در اینجا انجام دادیم که در هر دو تکه انتخاباتی نفر خوب داشتیم و طرف استاد دانش بودی طرف استاد معقیق بودن استاد دانش از طرف استاد خلیلی در کنار آقای غنی به عنوان معاون دوم رفتن و در نتیجه آن دیدم که حکومت وحدت ملی شکل گرفت از اول حکومت وحدت ملی روابط بین آقای خلیلی و همچنان استاد دانش تیره شد روایت بسیار گوناگون هست والله اعلم ما صحبت هایی را که با رده های پایین داشتیم دوستایی که در دفتر استاد دانش هستن اینا کلی مالامدگی ها را مندخت در چی شانه استاد خلیلی که استاد خلیلی رقم است استاد خلیلی رقم است خب هر چی میگفتیم با رادارای به نیست خب نشدن این مشکل خلق شد از اول هم با وجود آمد حتی یک مورد را که خودی نزدیکای استاد خلیلی هم اشاره کردنی بودن که مثلا استاد دانش زمانی که در صدارت رفت همه کارکنا و اعضای دفتر کشید و نفرای نو جای گزین کرد که زنهای مورد تایید و ساد خلیل در دفتر خود نمان خب در هر صورتش هر مشکلی که اینجا بود ای استاد زده شد بعدش یک چند مدت را تیر شد تا که روزنامه افغانستان که بعد باز افغانستان ما شد کمیل احزه هم او را به اصلا سپورت میکنه و او را حق امتیازش را خریداری کردن اعضای دفتر او هم کار میکنن مادر مسئولشان هستن خب در این روزنامه بعضی نوشته های در رابطه با قضایای صلح و دیگه و دیگه که خود استاد خلیلی در رأسش قرار داشتن صورت گرفت نقد کردن دفترهایشان و کردارهایشون این فاصله ها را متاسفانه که زیاد کرد در حدی کنم من قبلا نشاره کردم که استاد ناطقی گفتن استاد دانش میخواستن هیچ تشکیل بده که ما با اونو قصه کردیم که را بتنیم منصرف کنیم که منصرف هم کردیم و اما در نهایت این سال شاهد بودیم که دو جلسه را نا برگزار کردند که در اونجا ابراهیم زاده هسته اکثر اعضای دفتر استاد دانش هسته و تحت نام حزب وحدت اینا جلسه گرفتن حالا هم چند وقت پیش من شنیدم که حزب وحدت نوین ساخته، راجستر هم کرده خبران داشتم که دبیر دا کلش کی است؟ تا که دیروز بالاخره این جلسه را که اینا در کابل گرفتن آقای ابراهیم زاده دبیر کل خود انتخاب کرده و با حمایت استاد دانش اون این تشکیل شد چه قانون اساسی افغانستان هر کس هر کاری که میکنه در جریان مختلف میخوای سهم بگیره یا میخوای خودش هم مستقل سیاسی را ایجاد بکنه قانون اساسی هم میره برش اجازه داده این گپ گپی جدا هست ما برشان احترام داریم هر کسی حق داره استاد دانش آقای ابراهیم زاده هر وکیل دیگر هر وزیر دیگر حتی ما و توی که مل مخاطب یک دیگه خود هستیم هم این حق داریم که هیچ تشکیل بتیم یک جریان سیاسی تشکیل بتیم ولی یک موضوع را باید ما در جریان باشیم و این باید درک بکنیم آقای استاد دانش آقای استاد خلیلی آقای استاد محقق و در کنارش آقای مدبر هم کنیم این چهار نفر فعلا بزرگا و شخصیت های ما هستند امیار همین لحظه داریم که مردمم گردشان جمع هستند این چهار نفر فعلا یک رسالت داره رسالت از اینا هست که اینا باید راه شاید مزاره را ادامه بدن هرچند که آقای مدبر زیاد پایبند به راه شاید مزاره نیست یک اندازه سلسله پای در مورد آقای مدبر هست که من نمیخوام روش کپ بزنم و اما در کل اگر رای شاید مزاری رو ادامه نمیتین منافع اولیای های را رو در نظر بگیر نمو هم رای شاید مزاری میشه خب این رقم بگیم بهتر خود بود که بعضی که با مزاری اساسیت داره این رو باید بفهمه که منافع ما شما در وحدت ما هست نیاز بود که اینو با همدیگر دیگر وحدت میکرده تفاوت دیدگاه بین آقای خلیلی و بین آقای مخی و بین آقای دانشو خطر زیاد نیست اینا میتونه با همدیگر دیگر بشینه مشکلات حل کنه با همدیگر دیگر قدرت حزب قدرتمند شکل بده اصلا برو تحت هر عنوانی که میرفتین یک جیران رو شکل بدین با هم دیگر باشین کس طرف شما چپ نگاه نمیکنه او زمان وقتی که شما یک جای بودین باز طالبا هم میای پیش شما او زمان آقای احمدی و آقای ناطقی که در قطر رفته با نمایندگی از هزارها گپ میزنه وزنه بیشتر میگیره ما یک جریان مستقل شناخته میشیم و کس نمیتونه که ما رو این کار کنه و او زمان و دانش مجبور نمیشه که به خاطر یک گبی واقع تاریخی رو که بیان کرده قدر سرش فشار باشه و او زمان استاد محقق مثل درست پیش آمده نمیگه که سکوت یک شده ساله بس است ادبیات نمیگه وقت از یک موزه قدرت از یک موزه بالا میزنه و او زمان هیچ کس جرعت نمیتونه که آقای محقق آقای خلی و آقای دانش نادیده بگیره کس جرعت نمیتونه که سونی ازارها چپ نگاه کنه اما ما تیکه و پارچه شدیم از یک دیگه جدا شدیم حزب حزب بازی کردیم نتیجه شباز کلتان میبینید دوستان ما امیدوار هستم که این چهار بزرگوار ما با, با همدیگر یک جای شوه. این اینیمی لحظه هم وقت است اگر یک جای نشدین روزهای بدتر از دهه شست اگر سر ما تکرار نشد در حضور همه شما دوستان عزیز من اینیمی روش خود خوش کل میکنن باور کنید این عمق فاجعه بسیار زیاد هست این فعلا در دشت برچه این ناامنی ها که هست اینا ترور های هستن اینا پلان شدگی هستن امروز در طرف بامیان که کوچه گریره میخواد راپرتا و بیاره هدفش گرفتن بامیان هست قسمت های از آرژانتین میخواد بیگره همون گونه اکثر پنچر هم پلان داره بارس رات گپ خیلی زیاد هست ما همون قدری که آگاهی داشتم برای دوستا قصه کردم امید که خسته کن نشده باشه فکر کنم خیلی خسته کنم شده باشه 21 دقیقه شد به هر صورت شماره ارتباطی ما هست دوستایی که میخوای گپ بزنه کلیپ خود ضبط کنه برای من روان کنه من قبول میتونم که 100 درصد از اینکه با ما همراه بودین جهان سپاس خدایا خیر ما رو پیشا کن و بزرگان ما را برشانی توافق بیده که با همدیگر یک جای شما و ای هم پذیری دمیان بیاید تا درود دیگر بدرود دوستان داریم سنترال افغانستان صدای هزارستان